اسما، سلطان هنوز بیدار نشده؟ صبح زود رفته خانوم، رفته گونولا ببینه. خیلی خوب. دیشب بابام گیرم انداخت، میخواد ببرتمون پیش مامانم. من واسه زایمان میخواستم برم، ولی واسه تنبیه داره میبرتم. تقصیر من بود. چی کار میکنی؟ نمیری؟ مگه از من پرسید آخه؟ گفت میریم، تموم شد. میران چی گفت؟ نگفتم، بهشم نمیگم. ملکه، شاید بابامو راضی کردم، شاید فقط برای زایمان برم. واقعا؟ نمیدونم که. ناراحت نباش، 5 دقیقه یه راهی واسش پیدا میکنیم. ریحان، تو یه شادوغلوی؟ به خودت بیا، یه شادوغلو توکل به خدا از یادش نمیره. یه شادوغلو گشنه نمیشه، تشنه نمیشه، خسته نمیشه، ناامید نمیشه. ساکت شو. بیا بابا، تو حرفشو زدیم آقا پیدا شد. اینم پیشگوه ها، تو حرفشو میزنیم زنگ میزنیم. میران، میدونی اگه ناسوخان ببینه که شما دارین اداشو در میارین چی میشه؟ وای میران، وای، تو دیوونه شدی. بیا از نزدیک ببینمت. نه نمیتونه. ریحان، زود بیا اینجا ببینم. میران، برو دیگه، من حواسم هست، قول میدم مثل دفعه قبلی نشه. خودتو لوس نکن، باید بری دیگه، مجبوری. نگاش کنم. آن چی شده؟ چرا این موقع روز اومدی؟ عجب، انگار از دیدنم خوشحال نمیشی. چرا خوشحال میشم؟ ولی تو از همو دیدی. بالا برای من چند سال گذشته. با مادر بزرگم حرف زدم. چی شد؟ چیز بدی گفت؟ برعکس، مادر بزرگم زمانی که خواستم و به هم داد. برای اینکه ناراحت نشم گولم میزنی؟ میخوای برو بپرس مطمئن شو. گفت سالهاست منتظرم، واسه تو هم منتظر میمونم. میران، همینم کافیه. از عزیز خانم بیشتر از اینم انتظار نداشتیم. پس میتونیم بفهمیم چی مادر بزرگ تو به این حالا روز انداخته. میفهمیم ریحان، میفهمیم. حالا که وقت داریم نباید هدرش بدیم. فکری داری؟ دارم. میرم پیش معلم آیلا، شاید چیزی بگه، شاید یه سرنخ کوچیک بهمون بده. فکر خوبیه. خیلی وقته که میخوام برم دیدنش، ولی الان واجبه. خیلی خوشحالم. صورتتم دیدم، ولی دیگه برم که گیر نیفتم. خواستی بری به هم بگو باشه؟ یه لحظه وایسا ببینم کجا. میران. میران چی؟ میگی خوشحالم، ولی صورتت ناراحته. چرا اخمویی؟ نیستم، خوشحالم. پس چرا از شوهرت فرار میکنی؟ میران، برم دیگه، الان گیر میفتیم. اون چیه؟
روش اصلان کارهان کنده کاری شده. این فندک اینجا چی کار میکنه؟ آخه من واقعا نمیفهمم. تعقیبمون میکنه این مردی که تو خونه ما تو حریم خصوصیمونم میاد. اول عکس، حالا این. پس من میرم به دوستمون، فندکشو تحویل میدم، بعدم حسابشو میرسم. میران گوش کن. ریحان خواهش میکنم جلوی منو نگیر، چون فقط مثل اون بهش خوبی میکنم و فندکشو تحویلش میدم. همین. من اصلا آوردم اینجا. چی کار کردی؟ دیشب ملکه خوابش برده بود، در رو باز نکرده، اصلا هم رفته بوده عکس بگیره. من کمک خواستم، اونم کمک کرد، حتما اون موقع افتاده. ریحان تو هم باورش کردی؟ آره؟ وقتی آزاد تیر خورد تصادفی رفته بود شکار، حالا وقتی تو جلوی امارت شادوغلویی اومده عکس بگیره؟ بلم کن بابا. صبر کن میرو. از کشاورزا خبر داری؟ میگن داریم امتحان میکنیم، چیز دیگه ای هم نمیگن. از کارخونه میپرسن که چی کار کرده. نه، ما خیلی اشتباه کردیم. الکی به این آدم ها اعتماد کردیم. اگه کارشون رو درست انجام میدادن زودتر متوجه این مرضی میشدن. 40,000 تا نهال، 40,000 تا. این زمین ها رو ببین، زمین های قشنگم خالی میمونه. چی کار کنیم اگه نتونیم نهال رو نجات بدیم چی؟ ضرر میکنیم یحیا، ولی چارهشو پیدا میکنیم. این همه کارگر دارن از این خاک نون در میارن. آره. اگه نهالا نگیرن بیکار میشه. باشه یه راهی پیدا میکنیم، ولی مشکلمونه که کشاورزا نمیتونن حل بکنن. خزر این آدم ها رو بفرست برن، کسای دیگه یا پیدا کن بیارشون، یا بارم اونا ببینن. باشه بابا، اول من با اینا حرف بزنم، اگه نشد کاری که تو گفتی رو میکنم. باید به کارخونم سر بزنیم، اونجا رو هم نگاه بکنیم. آره. کارخونه صابون چی میشه؟ رو حساب بار این زمین اونو گرفتیم، رو دستمون بمونه چی؟ بابا تو خیلی نگرانی، جوری حرف میزنی انگار همه چی تموم شده. توکل به خدا همه چی درست میشه، بهم اعتماد کن. خزر نمیشه ما منتظر بشینیم، باید بالا سرشون وایسیم که درست بشه. آره درسته. یا بریم به کارخونه سر میزنیم، کارا رو و کارگرا رو کنترل میکنیم. باشه. به خاطر اون زنی که عزیزه تو خونه گیر کردیم، نتونستیم بیایم سر کار کارمونو بکنیم. اما این چه وضعیه آخه؟ زنمو یادم عمومو تو تصادف ول کردی که بمیره. جهان ببین سلطان خانم، خواهش میکنم اصلا خودتو خسته نکن که این کار کنی. حالا تو اینجوری فکر کن، مثلا این کاغذ برسه دست دختره چی میشه؟ حتی فکرشو بکن به دست عزیز اصلان بی برسه، اون وقت چی میشه؟ چی میخوای؟ حالا شد ببینی اینجوری زود شروع کردی به فکر کردن. اول اینو باید به من بگی، عزیز اصلان بی چرا پسرمو زد؟ بعدم پیشنهاد سوال داد. عزیزه همه چی از بین برده بود، خودشم آماده مرگ کرده بود، ما رو به زور از خونه دور کرده بود، ولی میران با نرفتنش نقششو خراب کرد. من فقط همینو میدونم. باید بفهمی سلطان خانم، باید بفهمی. جهان باشه، هر کاری ازم بر بیاد میکنم، ولی به هم وقت بده، چون عزیزه هیچ رازیشو با من در میون نمیذاره. مهم نیست که عزیزه به تو چی میگه، مهم اینه که تو به من چی میگی. فهمیدی دیگه نه؟ منتظر خبرتم. حالا من چی کار کنم؟ عزیزه بشنوه چی؟ اصلان و گنول بفهمن دووم نمیارم. <تص->
عزیز خانم. مامان بزرگ حاضر شو اصلان، بیا سر زمین های پایینی، اونجا منتظرتم. خیر باشه مامان بزرگ، چرا ازم میخوای که زود بیام اونجا؟ وقتی بیای میفهمی اصلان. این کار باید امروز تموم بشه. تنها راه محافظت از تو در برابر خودت اینه که از اینجا بری. خانمم، اون آدمی که پیش آقا اصلانه، اطلاعات محفوظ رسیده دستم. چیزی هست؟ نه مشکلی نداره، آقا اصلان خودش آوردتش کنارش. الو سلطان، رفتی پیش گونو؟ صبح یواشکی مامان بزرگم رو دیدم. چند روز بود که اصرار میکرد برم ببینمش، منم رفتم. حقیقتی رو فهمیدم که جیگرم رو سوزند. من هیچ وقت نمیتونم مادر بشم. فکر میکردم تو اون حادثه فقط تنم زخمی شده، ولی در واقع زخمیه که روحم رو خراش داده و تا آخر عمرم هیچ جوری خوب نمیشه. هیچ وقت نمیتونم خانواده‌ای که آرزو داشتم با آزاد داشته باشم تشکیل بدم. من دنبال آرزوی رفته بودم که در واقع هیچ وقت نمیتونستم بهش برسم. روی آرزوهای من سایه مامان بزرگم سنگینی کرد. حیف که زخمی نشده بود. مامان بزرگ حیف نمیدونست چی شده. بهش دروغ گفتی؟ جنید داداش ببین، من امشب اینجا مهمون دارم، این دوتا میزو به هم بچسبون و ازشون پذیرایی. جشمتون ممنون. آزاد میشه حرف بزنی؟ باشه، چی بگی؟ من چیزایی که الیف در موردت نوشته رو خوندم. میدونستی؟ الیف و مامان بزرگم یواشکی همو میدیدن؟ نمیدونستی؟ خب از کجا باید بدونی؟ مامان بزرگم با احساس زنونه ی الیف بازی کرده. مهمترین قدم برای فرستادن الیف سمت مرگ و اون برداشته. برای فهمیدنش نیاز به خوندن نیست. اونجوری که فکر میکنی نیست، نوشته هاش. نمیخوام بدونم. تو به کارای خودت فکر کن. آزاد ببین، باور کن من یکم عزیزه رو درک میکنم. دلیل کاراش نفرتشه. ولی تو چی؟ تو میران قبل از اینکه حتی ریحانم بشناسین خیلی بهش بدی کردی. شما با عزیزه چه فرقی دارین؟ آزاد در مورد من بی‌انصافی نکن. نه در مورد کسی بی‌انصافی نمی کنم. بعدم تو چرا هنوز اینجایی؟ میران و ریحان از هم جدا شدن، دیگه میدون واسط خالیه. میران و ریحان جدا جدا شدن. الو مامان. میرو تو رو خدا دیوونه بازی در نیار، مرد بیچاره فقط کمکم کرد. منم به اون کمک میکنم، الان میفهمم مشکلش چیه. میرو اصلان بیا بیرون، میدونم که اونجایی. ما حق نداریم بیایم دم خونه یه مردم اینجوری داد بزنیم. اون چی حق داره بیا تو خونه ما؟ نه اصلا، بیا بیرون. نه ترس، رنده که تو یادت رفته بود برات آوردم. میران چی کار میکنی؟ رخ تو اینجا بریم. کجا؟ میران
میرم بهت که گفتم من بردمش خونه بدن. اگه اون وقت شب منو میدید و به هم کمک نمیکرد خوب بود؟ مشکل کمک کردن به تو نیست ریحان، مشکل اینه که تا تو توی موقعیت سختی اونم دوروبر توه. میرم بهت میگم اتفاقی بود. من میدونم اتفاقی یعنی چی. میرم کجا میری ها؟ میخوای چی کار کنی؟ اگه اینجوریه که تو میگی وقتی ما رو بالا پشت بوم دید لامو نمیداد؟ بیا بیرون فندکتو آوردن. ای بابا آخه میخوای مثل لاتاروتو بری تو خونه مردم چی کار کنی؟ میخوای بزنیش بکشیش؟ ازش میپرسم چرا همش دورو بره توه؟ میشنبی؟ میرون تو رو خدا بیخیال شد اثر نشد. میخوای از دیوار بری تو؟ میرون چی کار میکنی؟ دیوونه نشو بیا پایین. میرون تو چرا همیشه اینجوری میکنی؟ الان میفهمیم آقا خونه نیست یا چون حرفی برای گفتن نداره بیرون نمیاد. میرون وایسا ببین داری چی کار میکنی؟ اصلا که هیچ. ببین داری با خودمون چی کار میکنی؟ همش داریم دعوا میکنیم. ریحان قربونت برم تو هم منو درک کن، این موضوع طبیعی نیست. کاری که تو میکنی طبیعیه. من همش با ترس و لرز دارم دنبالت این برون بر میام. حرفم برات کافی نیست؟ ریحان این ربطی به تو نداره. یعنی ربط داره، ولی من حساب اون مرتیکه رو میرسم. چند تا سوال ازش دارم، جوابمو میگیرم و میام. لطفا تو هم اینجا منتظرم بمون. میرو اصلا اصلا بیا بیرون. میرا اصلا بیا بیرون مردک، بیا بیرون. اما میبینیم اصلان خان، میبینیم حسابتو میرسم. ریحان هر غلطی میخوای بکن. ریحان مالو اصلان من دارم میرسم، حتی میتونم بگم رسیدم. میخوای با دوتا ماشین نریم؟ من بیام دنبال تو بعد دیدن زمین میرسونمت. آزاد من یه کار کوچیک برام پیش اومد، واسه همین مجبور شدم از خونه بیام بیرون، ولی برمیگردم. محفوظم خونه نیست. میخوای برو سفره خونه نزدیک خونه ما؟ منم کارم تموم شد میام اونجا، بعدش میریم. البته اگه خودت هم موافقی. باشه، پس من میرم اونجا. باشه، میبینمت. حداقل یه بار، یه بارم که شده حرف منو گوش بده بفهم، ولی نه کار خودشو میکنی. ریحان وایسا کجا میری؟ باشه جلوی خونه کسی کاری نمی کنم، بعدا باهاش حرف میزنم. باشه هنوزم همونو میگه. بعد که اومد چی میشه؟ میخوای بری حال احوالشو بپرسی؟ ریحان باشه بیا بریم، اینجا اینجوری نکن. نمیام. خواهش میکنم، ببین دارم خواهش میکنم. منم دو ساعته دارم همینو میگم، التماست میکنم به حرفم گوش دادی؟ من دیگه خسته شدم میرم. برو هر غلطی میخوای بکن. باید حتما لجبازی کنی یا جلو جلو راه بری؟ ها؟ برو دیگه برز کرده. برو اصلا بزن راحت شو. باشه دیگه وایسا بلم کن. ریحان تو کجا میخوای پیاده بری؟ لجبازی نکن. تو هر جایی که بتونم میرم. برو دیگه، برو بگو سن من احتیاج به کمک احدی نداره. خدایا به من سب. آره از همون به منم بده. باشه وایسا دیگه در خونه کسی نمیرم، بس لجبازی نکن. ریحان خانم با تو هم
تو از این زورگویی و تو این حرکات و رفتارات و دعواها دست بر نداری، من با تو هیچ جایی نمیام. میران اسلام بی. آه حله، میران اسلام بیم شدن، الان دیوونه میشم. دیوونه ای دیگه. وایسا ببینم. میخوای کجا بری؟ ها؟ میخوای کجا بری؟ ولم کن. به من گفتی دیوونه؟ مگه دیوونه نیستی؟ دیوونم، ولی دیوونه تو هم. دست از لجبازی بردار، بیا بریم. تو باید دست برداری، میران باید از این زورگویی و تو از این حرکات و رفتارات و کتککاری‌ها دست برداری. باشه، ریحان خانم، من دیگه مرد خوبی میشم که فقط به حرف زنش گوش میده. حالا میشه خواهش کنم تا ماشین منو همراهی بکنی؟ تو شوخی بگیر، منو مسخره میکنه. به خدا، باید بابت صبری که جلوی لجبازی های تو دارم به هم مدال بدن ریحان. البته مدال زورگویی نمونه شهر هم به تو میدن. وای ریحان وای. گفت سفره خونه یه سنتی یه بغل خونه، اونجا چه خبره؟ ریان کشش نده، میگم بیا بریم کشش نده. آزاد میرم، برو. چی کار میکنی؟ تیکه آخه تو کی هستی؟ ما داریم تا باره چی رو پس میدیم؟ چی کار میکنی؟ دونی که من اگه امین الان تو رو بکشم چی به هم میگن؟ مگه نه؟ میگن آزاد انتقامش رو گرفت و میران حقش بود که بمیره. آزاد گوش بده به حرفم. چرا باید به حرفت گوش بدم؟ ها تو همون جایی که به من شلیک کردی همه چی رو گفتی و دسته تو فقط میخواست با هم حرف بزنه. همین میخواست حرف بزنه؟ تو هم فرار کردی اومدی اینجا؟ الان همه فکر میکنن تو خونه ای، تو هم اندازه که اون مقصری. ریحان مقصر نیست، من مجبورش کردم. آخه تو چقدر پر رویدی؟ من حرفمو باهاش زدم. بیا بریم دیگه. یالا بریم. میران تو خیلی وقت چوب خطت فور شده، همه یه مدیات و شادقلوها رو به باطل گرفتی. من به خاطر همچین آدمی قاتل نمیشم، ولی نمیذارم هم خانوادم رو به باطل بگیرم. خب همشون رو باید بدی اصلا خواه باید بدی. داداش آزاد، من اصلا تو رو درک نمی کنم. ای میگم ریحان فهمیده دیگه، میدونه اون چجور آدمیه. میگم داشتم میمردم ولی عیبی نداره، ولی تو هیچی رو نمی فهمی. هیچ فکر کردی اگه یکی دیگه شما رو اونجا میدی چی میشد؟ بی خیال ما، به فکر خودت باش. چرا گفته بود بیای؟ ازت چی میخواست؟ چی کارت داشت؟ حق با توه، ولی من الان حالم خوب نیست که بتونم حرف بزنم. میشه منو ببری خونه آزاد؟ خونه رو رد کردیم. اصلا حال خودتو دیدی؟ تو سفره خونه با اسلان قرار داشتم، میخواستم بریم زمین ببینیم. بریم اونجا هم یه هوایی بخوری، هم به خودت بیا، هم به اسلان بگم که نمیتونیم بریم. بعد میرسونمت خونه. اومدم مامان بزرگ.
برای چی گفتی بیام اینجا؟ که بگم برو. سر قبرم آخرین حرفمو بهت زدم. دیگه نمیخوام راجع به رفتن چیزی بشنم. این رفتن دیگه رفتن علکی نیست. هرچی که تا امروز ازش محروم بودی و میگیری و میری. یعنی چی؟ تو رو با مادر و خواهرت آشنا میکنم. همه چی رو اعتراف میکنم. بعدش هم بی سر و صدا میری. چیزیه که قرار بوده بشه. نمیتونم قربونیت کنم. امروز و فردا نمیکنم. گونون، هنوزم نمیخوای بگی چی شده؟ میگم مامان، ولی وقتی رسیدیم پیش مامان بزرگ میگم، اونجا میفهمی. دخترم این یعنی چی؟ مشکلت چیه؟ داری منو میترسونی؟ منو تو نمیتونیم کسی رو بترسونیم مامان. برعکس، ما همیشه ترسیدیم. ببین وضعمونو. چرا تا مامان بزرگم زنگ زد ما بدو بدو داریم میریم پیشش؟ نمیدونم. نمیدونی؟ یا داری به من اینجوری میگی؟ یعنی میخوای خونوادم رو به هم بدی؟ منم انگار نه انگار که شادوغلو ها خونوادم رو نابود کردن، میذارم میرم. آره؟ گذشته من چی؟ اون چی میشه؟ نمیتونم گذشته تو بهت برگردونم، ولی فکر میکنم بخوای آینده تو کنار خونوادت زندگی کنی، مگه نه؟ خب منم همه اینا رو زودتر بهت میدم، اونم با وجود همه مشکلاتی که بعدش به وجود میاد. اینجوری دیگه من خواهرتو کلن از دست میدم. ولی عیب نداره منو دوست نداشته باشه. شما سلامت باشین، تو امنیت باشین، برام این کافیه. مقصر همه چی توی اصلان کنان، نبودیم برام درد سر درست کردی. عمرن نمیتونی منو مثل بقیه گول بزنی. بالاخره بر میکردی، امانت تو بهت میدم، بعد حسابتو میرسم. من حرفمو زدم اصلا. نوبت توی. تو حرفتو زدی ولی نوبت من نیست، چون تو نگران جواب من نیستی. فقط میخوای بدون هیچ حرفی کاری که تو میخوای و انجام بدم. من فقط میخوام ازتون مراقبت کنم. اما به جای مراقبت از ما، از من میخوای که فرار کنم. اسمشو هرچی میخوای بذار، ولی من فقط میخوام نوه ها امنیت داشته باشن. حالا به هم بگو از اینجا میری اصلا؟ سلطان خانم، همتن گفته بیاین. میخواد آستانو با خانوادش روبرو کنه که مجبور بشه بره. مادر و خواهرت اینجا. عزیز خانم میخواد تو رو بازی بده، فوراً از اونجا برو. نمیخوای چیزی بگی؟ حتی برای درست‌ترین کارتم فیلم بازی میکنی؟ با اینکه گفتم کسی نباید چیزی بدونه، بیخبر از من میخوای با خونوادم روبروم کنی و مجبورم کنی کاری که میگی و بکنم؟ از این به بعد هر قدمی که برای رفتن من برداری، ما رو بیشتر از همدیگه دور میکنه. اینم حرف منه، فکراتو بکن.
قاتلی عزیز اصلان بی. گنول، تو میدونی مامان بزرگم به الیف چی گفته؟ بهش گفته بوده به خاطر اون حادثه هیچ وقت نمیتونه مادر بشه. گفته آزاد هیچ وقت رو نمیخواد. من الیفو از اون حادثه نجات دادم. حتی یه خراشم بر نداشته بود. چرا اینو گفتی؟ تو اول امیدشو کشتی، بعدم جونشو ازش گرفتی. حد خودتو بدون. اگه دروغه بگو دروغه. همشو تو اون دفتر نوشته. تو فقط الیفو نابود نکردی، زندگی هممونو سیاه کردی. تو به ما رحم نکردی، حتی به دروغ گفتی داداش مرده من زنده است. از اون سوء استفاده کردی که من طلاق بگیرم. چی؟ به بندهن تو دروغ گفتی، برادرمو برام میاری. من حرف تو رو باور کردم، گفتم دیگه راجع به همچین موضوعی به هم دروغ نمیگی. ولی تویی که با ارزشترین کسی تم به کشتن دادی. با من چه کارا که نمی کنی مگه نه؟ واسه یه تمام گناهی که کردی راحت نمی میری. واسه یه گول زدن گنول از بچه مرده منم سوء استفاده کردی؟ تو چه جور آدمی هستی؟ تو کی هستی؟ من بزرگترتونم، صاحب اون سخفیم که رو سرتون. تو صاحب جهنمی هستی که ما توشیم، ولی این بچه مال منه. یکی رو واسه تو قربونی کردم، اون یکی رو نمی کنم. اول میران، بعد اصلان، الان هم گنول. عزیز چت شده؟ کجا اشتباه کردی؟ کجا؟ گنول وایسا، تو رو خدا وایسا. گنول، گنول وایسا. چرا به من نگفتی؟ یادت میگفتی از فرصت رو درست استفاده نمی کنی؟ یادت نمیفهمیدی چرا از میران جدا شدم؟ واسه یه تو بود. میخواستم بچه تو به اد برگردونم. من احتمال زنده بودن برادرم رو اینقدر میخواستم که حرفای عزیز اسلامه یا هم باور کردم. همچین چیزی نبود. امروز اینو بهتر فهمیدم. ولی تمام شد. یاد میگیرم چجوری از خودم محافظت کنم. دیگه خیال پردازی نمی کنم. روی پای خودم وای میسم. میدونستی میران طلاق گرفته؟ گنون، من به تو میدونستی ولی نگفتی. کی میخواستی به هم بگی؟ نمیخواستی به هم بگی؟ چرا؟ مامان تو، دخترم، تو با میران آینده ای نداری. تو من هول میدادی سمت میران. چی عوض شده؟ نمیخوام سرنوشت مثل الیف بشه، مثل آزاد که الیف اصلا دوست نداشت. میرانم هیچ وقت عاشق نمیشه. داری کجا میری؟ جایی که باید باشم، خونم. خیر باشه، این ملاقات و مدیون چین؟ اصلان کجاست؟ نمیدونم کجاست، منی میدونم دیر میاد. حرفتو بگو، من بهش میگم. بگو حواسشو جمع کنه، چارچشمی دنبالشم، چون انگار اون یه مشکلی داره. منم تو مشکلشو نفهمم چی، اصلا بلش نمی کنم. چه مشکلی؟